با نوید خداوند، جزئیات آغاز مجدد مقاومت در ولایت پنجشیر و بدخشان و همچنان واکنش طالبان به انتقاد سفیر ایران. طالبان میگوید در افغانستان هیچ تبعیضی وجود ندارد. جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که شب گذشته نیروهای جبهه مقاومت ملی در مربوطات ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر بالای افراد گروه طالبان حمله کرده است که در آن 2 عضو طالبان را کشته و 3 عضو دیگر آنها را زخمی کرده است. این حمله ساعت 5 عصر بر افراد طالبان که مربوط به قطعه خاص طالبان در ولایت پنجشیر میشوند انجام شده است. خبرنامه میافزاید که در این عملیات به نیروهای جبهه مقاومت ملی هیچ آسیبی نرسیده است. خبرنامه جبهه مقاومت ملی تاکید میکند که نیروهای جبهه مقاومت ملی عملیات‌های ضد طالبان خود را به منظور آزادی مردم و کشور از زیر سلطه گروه طالبان در نقاط مختلف افغانستان طرح و اجرا میکند. همچنان جبهه مقاومت ملی مدعی شده است که 2 جنگجوی دیگر طالبان را در هرات کشتند. جبهه مقاومت ملی ادعا میکند که در یک حمله بر طالبان در هرات 2 جنگجوی گروه طالبان را کشته است. جبهه مقاومت ملی سه‌شنبه دی میزان مدعی شده است که این حمله را شب گذشته در منطقه چارسوی از مربوطات ولسوالی گذره هرات انجام داده است، اما طالبان در این باره تا هنوز با رسانه‌ها چیزی نگفته است. باید افزود جبهه مقاومت ملی شب گذشته نیز مسئولیت کشتن 2 جنگجوی دیگر طالبان را در پنجشیر بر عهده گرفته بود. در روزهای اخیر حملات جبهات ضد طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان افزایش یافته است. این در حالی است که معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در واکنش به سخنان نماینده ویژه ایران در امور افغانستان مدعی شده است که هیچ تبعیضی در افغانستان وجود ندارد. باید افزود کاظم قومی از طالبان خواسته بود که به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی در افغانستان پایان بدهد. حسن کاظم قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در افغانستان اخیراً در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از طالبان خواست است که تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی در افغانستان ناپایان بدهد و همچنان از طالبان انتقاد کرده است. آقای قومی همچنین گفته است که برخی از اعضای طالبان از گروه‌های تروریستی به عنوان ابزارهای بازی برای آینده و کسب مشروعیت بین‌المللی استفاده می‌کند. اما وزارت خارجه طالبان این اظهارات آقای قومی را تکذیب می‌کند و مدعی است که این گروه با همه شهروندان افغانستان به گونه برابر رفتار می‌کند و هیچ تبعیضی در افغانستان و در حکومت طالبان وجود ندارد. با این حال طالبان متهم است که زنان و گروه‌های قومی و مذهبی را از ساختار سیاسی حذف کرده و قدرت را انحصار کرده است. کشور پاکستان نیز بارها گفته است که تحریک طالبان پاکستان با حمایت طالبان افغانستان حملات خود را از داخل افغانستان برنامه ریزی می کند. اما طالبان پیش از این بارها فعالیت های گروه های تروریستی در خاک افغانستان و حمایت از آنها را رد کرده است. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد این سه خبر فوری چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با هم به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخر این گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.